جوان امرو میهن ما چه کنیم ما چه کاری ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم یعنی من همین یه دختر دارم فیلم در مورد آشنایی یه دختر تهرانی هست با یک پسر بلوچ که خب عاشق هم میشن در زاهدان سمه گو جد کجاست؟ نه قشنگ نشون بده جد کجا و بعد این آشنایی منجر به ازدواج میشه نصف فیلم میخندی و یه تهش عشقه تو در میاری ولی خب پسر این وسط در واقع درگیر گروه های افراطی میشه آشنایش با اونها به واسطه برادرش و اتفاقات دیگه ای رقم میخوره که به هر حال یک ماجرای تراژیک رقم میزنه در واقع سه تا شخصیت زن اصلی من در این فیلم دارم غمناز، عصمت و فائزه یکیش زنی هستش که با تمام وجود با کاری که فرزندانش میکنن مخالفه ولی نمیتونه کاری بکنه بیا اینجا میتونی بچه داری چه میکنم میدونی او اکشی نمیگه تو مرا عمل کرده زنه های که با هم کم داره اینا تکبیری هم زنی هنی چی تکبیری؟ یکی مادریه که بچه هاشو به دندون گرفته و بزرگ کرده به سختی و حالا اونها رو از دست داده از در کنارش نیستن و یکی هم مادریه که فائزه خودش رو به خاطر فرزندانش به خطر میندازه برای من این سه تا شخصیت زن در این داستان خیلی مهم بودن و برای من لحظات دراماتیک به وجود میوردن در داستان اینه که من سعی کردم از زوایای اینها جلو برم داستان رو روایت بکنم با اینکه من اصلا هیچ تجربه زندگی و آشنایی در سیستان و بلوچستان نداشتم اما به اون مناطق سفر کردم سفرهای متعدد داشتم با مردم نشست و برخاست داشتم و سعی کردم به فضای اونها رو از آن خودم بکنم در داستان خودم من مدت‌ها بود که می‌خواستم در مورد رادیکالیسم دینی فیلم بسازم. سفر کردم به کشورهای اطراف خودمون، بعد به اروپا، کمپ آوارگان و پناهندگان سوری، به خصوص می‌خواستم متمرکز بشم رو موضوع داعش. اما هرچی فکر کردم برای مردم کشور خودم عمومیت نداره و شاید نتونن باش ارتباط برقرار بکنن. اینه که یک دوستی این موضوع رو به من پیشنهاد داد و من پیگیری کردم و دیدم این هم در واقع اون چیزی که مد نظر من هست درش هست و هم مردم میتونن باش راحت‌تر ارتباط برقرار کنن. دو تا از فیلم‌های من بر اساس رمان‌های من ساخته شده، شیار 143 و نفس. خب من سالها رمان نویس بودم و داستان می نوشتم. ادبیات امروزی ما هم ادبیات تصویریه نسبت به ادبیات توضیحی که سالها پیش داشتیم. اینه که واقعا اینها جدای ناپذیرن از هم. ما همه جور طیف بازیگری در کارمون داریم، یعنی هم بازیگری تئاتر داشتم، بازیگری سینما داشتم، نابازیگر داشتم. یک دست کردن این سه طیف بازیگر خیلی سخته. خیلی وقتها روش من اینه که بازیگر رو در موقعیت قرار میدم. گریه میکنید؟ چشمات قشنگ تم میشه. من گریه کنم برام ببینم. این اتفاقی که تو مستندسازی برای ما میفته که آدم ها در موقعیت قرار میگیرن و رفتارهایی رو بروز میدن من ازش استفاده کردم تو سینما و جواب داده من قطعا کارگردانی صحنه‌های اکشن با صحنه‌هایی که خیلی درونی تر هستن و شاعرانه فرق داره اما ممکنه به نظر بیاد که ساخت صحنه‌های اکشن سخت‌تره. شاید بشه گفت فقط ریسکش بالاتره. وگرنه به نظر من ساخت صحنه‌های اکشن راحت‌تره نسبت به ساخت صحنه‌هایی که درونی‌تره. آدم باید به بازیگر نزدیک بشیم و بهترین شکل ممکن حسش رو به مخاطب منتقل کنیم.
ساخت این صحنه ها سخت‌تره و من استرس و اضطراب بیشتری برای این سکانس هام دارم تا سکانس های اکشن. مثل همه دنیا زنان واقعا باید تو هر زمینه 10 برابر یک مرد تلاش بکنن تا بتونن خودشون رو ثابت کنن، تا بتونن اعتماد اطرافیانشون رو جلب کنن. من این کار آخرم که ساختم، چیزی که خیلی میشنیدم از دیگرانی که فلانی یه فیلم مردونه ساخته، برای من خنده دار بود این اظهار نظر. مثل همه دنیا نمیخوام بگم، تو ایران به خاطر فرهنگ، سنت، همه چیز ممکنه مقدار سخت‌تر باشه، اما الان زنان به نظرم خیلی راحت‌تر تو فضای سینما کار میکنن. مستندهای خیلی خوبی از زنان فیلمساز داریم، مستندساز داریم. تو فضای سینما ما معمولاً هر سال چند تا کار سینمایی از زنان فیلمساز داریم که بعضن کارهای درخشانی هستن.